محمد حنیف اتمر نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور خارجه تعیین شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای پیام روز. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. با نقل از 8 صبح کابل، محمد حنیف اتمر نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور خارجه تعیین شد. محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور با صدور دو حکم جداگانه محمد حنیف اتمر را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور خارجه تعیین کرده است. در اعلامیه‌ای که امروز شنبه 16 حمل از سوی ارگ ریاست جمهوری منشر رسیده آمده است، رئیس جمهور کشور به اساس حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی محمد حنیف اتمر را به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور خارجه تعیین کرد و برایش در امور محوله آرزوی موفقیت نمود. محمد حنیف اتمر با عنوان مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی برای 4 سال در حکومت وحدت ملی کار کرده است. او همچنان تجربه کار به عنوان وزیر در وزارت های انکشاف دهات، معارف و امور داخله را دارد. محمد حنیف اتمر یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود که در این انتخابات کارزارهای انتخاباتی خود را آغاز نکرد. هرچند گفته شد که دسته انتخاباتی او زیر نام صلح و اعتدال با معاونیت محمد یونس قانونی و محمد محقق دچار فروپاشی شده است، اما دفتر اتمر با نشر خبرنامه اعلام کرد که به دلیل اولویت دادن به صلح و استفاده کمپینی، تیم ارگ محمد اشرف غنی احمدزی از قدرت کارزارهای انتخاباتی خود را متوقف کرده است. او از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کنارگیری کرد و محمد محقق معاون دوم او به دسته انتخاباتی استواد و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله پیوست. محمد حنیف اتمر در جریان انتخابات سال گذشته انتقادهای تندی را علیه محمد اشرف غنی مطرح می کرد و از طراحان حکومت سرپرست برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. او حتی زمانی که از مشاوریت امنیت ملی استعفا داد، دلیل آن را اختلاف دیدگاه با رهبری حکومت عنوان کرد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید، جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و رضوانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.